اگر با رژیم ایران با قاطعیت برخورد شود، با توجه به قیام بزرگی که در ایران جریان دارد، مجبور به تسلیم خواهد شد. مصاحبه اسکای نیوز با موسی افشار، عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران. ما تشهده ایران که حال اقتصادی تختلف نوعیاً و کلیاً عن الحالات التي تواجهها بلدان الاخرى من المشاكل الاقتصاديه. موسی افشار، عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران، به اسکای نیوز گفت وضعیت اقتصادی کنونی در ایران با وضعیت اقتصادی سایر کشورها کاملا متفاوت است. چیزی که رژیم ایران با آن روبروست، یک بحران اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تمام عیار است. چرا که اولا وضعیت اقتصادی ایران قبل از هر چیز به فساد و اختلاس نجومی و برنامه ریزی شده بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران و تعداد زیادی از آخوندها و مقامات قضایی و دیگر سران رژیم ارتباط دارد. علاوه بر آن، این بحران به دلیل به هدر دادن انبار مردم ایران برای ماشین سرکوب در داخل و پروژه های تسلیحات اتمی و موشکی این رژیم و دخالت ها و حمایت آن از شبه نظامیان در کشورهای دیگر است. تمامی این عوامل باعث می شود که وضعیت رژیم ایران با وضعیتی که در سایر کشورهای جهان وجود دارد تفاوت داشته باشد. مردم ایران از نظر اداری و اقتصادی اعتمادشان را به این رژیم از دست دادند. این رژیم از تحریم هایی که در ششم ماه اوت علیه آن شروع می شود نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، ولی پیش از این فاجعه اقتصادی که بر مردم ایران نازل شده به دلیل خود این رژیم است. طی این سالیان به دلیل امتیازهایی که غرب به این رژیم داد توانست نزدیک به 150 میلیارد دلار به دست بیاورد. همانطور که خانم مریم رجوی گفتند، رژیم در غیاب نظارت بین المللی این مبلغ را در جهت اهداف خودش و در حمایت مالی از شبه نظامیان فرقه‌گرا مصرف کرد. ما به عنوان مقاومت ایران امیدواریم فشارها با سیاست و قاطعیت همراه باشد و تنها در حرف باقی نماند. نیروهای رژیم ایران از عراق و سوریه و یمن و لبنان اخراج شوند و همچنین سفارت‌های رژیم تعطیل شوند و در صورتی که این سیاست‌ها دست به دست هم دهند، فشار برای این رژیم خفه کننده خواهد بود و از آنجا که این رژیم با قیام بزرگی در داخل ایران روبروست، راهی به جز تسلیم نخواهد داشت. من الیمن و من لبنان و كذلك قلق السفارات نظام فتكون هناك حاله خانقه بالنسبه للنظام في هذه الحاله واذا كانت اجتمعت كل هذه السياسات